تاریخ تمدن قسمت 194 انحطاط تمدن یونان 399 تا 322 قبل از میلاد فصل 19 فیلیپ قسمت اول امپراتوری اسپارتا اکنون اسپارتا بود که مدت زمانی سیادت دریایی یونان را به دست آورد و با پیروزی خود که غرور آن را به حزیز ذلت کشاند بر دفتر تاریخ فصل غمانگیز دیگری افزود اسپارتا به شهرهایی که روزگاری تحت تسلط آتن بودند وعده آزادی داده بود ولی اکنون به جای آن سالانه باجی برابر با هزار تالنت شش میلیون دلار بر آنها تحمیل کرد و در هر یک از آنها حکومتی آریستوکراتیک به ریاست یک نفر حاکم لاکدایمونی به وجود آورد که یک پادگان اسپارتی آن را حمایت می کرد این حکومت ها که فقط در برابر ناظران سلطنتی دوردست و یا افرها مسئول بودند چنان به ظلم و فساد دست آلودند که در اندک زمانی امپراتوری جدید بیش از امپراتوری کوهن مورد نفرت مردم قرار گرفت در خود اسپارتا سیل پول و هدایای شهرهای اسیر و متنفذان چاپلوس نیروهای داخلی را که از مدتها پیش به فساد گراییده بودند تقویت کرد تا آغاز قرن چهارم طبقه حاکمه کم کم چنین آموخته بود که در جوار زندگی ساده مردم خود به خلوت زندگی پرتجملی در پیش گیرد حتی افورها جز برای حفظ ظاهر از رعایت انضباط لیکورگوسی دست کشیده بودند قسمت زیادی از زمین ها به وراست یا به صورت مهریه به دست زنان افتاده بود و از این ره گذر خانم اسپارتی که از نگاهداری و تربیت فرزندان زکور معاف بودند چنان فراغتی در زندگی پیدا کرده و نسبت به موازین اخلاقی چندان سهل انگار شده بودند که هیچ شایسته نامشان نبود تقسیم مکرر بعضی املاک بسیاری از خانواده ها را سخت به فقر کشانده بود تا آنجا که قادر نبودند سهم خود را به خزانه عمومی بپردازند و در نتیجه حقوق شهروندی خود را از دست میدادند حالان که ثروت های بزرگ از طریق ازدواج های درون خانوادگی و توارث چنان در دست بقایای معدود بربران متمرکز شده بود که خشم فراوان برمیانگیخت تعداد بربران در سال 480 قبل از میلاد 8000 هزار نفر بود در 371 به 2000 هزار نفر و در سال 341 به 700 نفر تقلیل یافت عرستو می نویسد برخی از اسپارتی ها زمین ها و املاک وسیعی دارند پاره دیگر هیچ ندارند همه زمین ها در دست ادهی معدود است طبقه متوسط محروم از حق رأی دادن پسر پریوکی محروم و هلوتس آزرد و خشمگین منظور اسیران هستن از هلوت جماعتی را تشکیل میدادند سخت ناآرام و کینهتوس که نمیگذاشتند حکومت فرصت و فراغتی کافی برای عملیات نظامی خارجی که لازمه حکومت امپراتوری بود داشته باشد در این زمان جنگ های داخلی ایرانیان در سرنوشت یونانیان تأثیر میکرد در سال 401 کوروش جوان بر برادر خود اردشیر دوم شورید از اسپارتا کمک طلبید و ارتشی از هزاران یونانی و سربازان داوطلب که بعد از اتمام ناگهانی جنگ پلوپونزی بیکار مانده بودند بسیج کرد دو برادر در کوناکسا در تلاقی رودهای دجله و فرات به هم رسیدند در این جنگ کورش مغلوب شد و به قتل رسید ارتش او جز یک لشکر دوازده هزار نفری یونانی که در اثر سرعت انتقال و تیزپایی توانست از معرکه جان در برد و خود را به داخل بابل برساند نابود یا اسیر شد این یونانیان که لشکریان شاه به دنبالشان بودند به روش دموکراتیک ابتدایی خود سه سردار برگزیدند تا آنها را به سلامت به وطن برساند بین این سه فرمانده زنوفن شاگرد سابق سقرات را باید نام برد که اکنون سرباز جوانی در پی سرنوشت خود بود و قسمتش این بود که خاطره اش با کتاب آناباسیس که در آن با سبکی روان و دلنشین عقب نشینی ده هزار نفر را در امتداد دژده و از فراز کوهستانهای کردستان و ارمنستان تا دریای سرخ شهر میدهد باقی بماند این داستان شرح یکی از پرماجراترین وقایع تاریخ بشر است شهامت خستگی ناپذیر این یونانیان انسان را غرق شگفتی می کند زیرا پای پیاده همه روزه به مدت پنج ماه سه هزار کیلومتر مسافت را در سرزمین دشمن از میان بیابانهای سوزان و بیازوغه و از فراز راه های کوهستانی پربرف نبرد کنان گذشتند و در تمام راه از پیش و پس گرفتار حمله سربازان دشمن دسته های چریک و مردم محلی دشمنی بودند که برای نابود کردن یا گمراه نمودن آنها به هر حیله ای متوسل میشد و راه پیشرفت را به رویشان میبست هنگام خواندن این داستان شورانگیز که در زمان جوانی اجبار به ترجمه آن را برایمان ملالانگیز میساخت پی میبریم که اساسی ترین سلاح هر قشون آزوغه است و مهارت فرمانده ها نه تنها در رسیدن به پیروزی بلکه در یافتن و تأمین کردن خوراک و وسایل افراد است با وجود اینکه تعداد جنگ ها از شمار روزها کمتر نبود بیشتر این یونانیان از گرما و سرما و گرسنگی جان سپردند نه از جنگ سرانجام آخرین بقایای آنها یعنی 8600 نفری که جان در برده بودند هنگامی که به شهر ترابزون رسیدند از شادی سر از پا نمی شناختند چون پیشاهنگ سپاه به قله کوها رسید فریادی برخاست وقتی زنوفن و عقبداران آن را شنیدند پنداشتند که دشمنان دیگری از سمت جلو هم رور شدند زیرا دشمن نیز از عقب در تعاقب ایشان بود پس به جلو شتافتند که یاران را مدد رسانند و در یک لحظه شنیدند که سربازان فریاد میزنند دریا دریا و خبر خوش را منتشر می ساختن. آنگاه همه عقبداران سر به دویدن نهادند و چهار پایان نیز در جلوی آنها میتاختند و چون همه به قول رسیدند سربازان و فرماندهان و افسران یکدیگر را در آغوش گرفتند و از شادی میگریستند زیرا این دریای یونان و ترابزون نیز شهری یونانی بود اکنون در امان بودند و می توانستند بدون وحشت از اینکه در دل شب گرفتار شبیخون شوند بیارامند خبر این توفیق عظیم در یونان کوهن انعکاس قرورامی یافت و فیلیپ را در دو نسل بعد به این اعتقاد واداش که سپاهی ورزیده از یونانیان می تواند یک ارتش ایرانی را که چندین برابر بزرگتر باشند شکست دهد. بدین ترتیب زنوفن بی آنکه خود بداند راه را برای اسکندر گشود. شاید قبلا این معنا را آگیسلاوس که در سال 399 به پادشاهی اسپارتا رسید احساس کرده بود ممکن بود که ایران را وادارند تا از کمکی که اسپارتا به کورش کرده بود چشم پوشی کنند. اما جنگ با ایرانی ها از نظر این پادشاه توانای اسپارتی ماجرایی بود بسیار جالب لاجرم با نیروی اندک به راه افتاد تا آسیای یونان را از سلطه ایران رها سازد وی میپرسد از چه لحاظ شاهنشاه از من برتر است مگر از من عادلتر و خویشتندارتر میباشد چون اردشیر دوم فهمید که آگسیلاوس سپاهیان ایرانی را که برای مقابله با او فرستاده می شود آسان در هم می فرستادگانی با طلای فراوان به آتن و تیپس روانه کرد تا با رشوه آن شهرها را علیه اسپارتا به جنگ وادارد این کوشش به آسانی نتیجه داد و پس از نه سال صلح دوباره آتش جنگ میان آتن و اسپارتا شعله ور شد آگسیلائوس ناچار به بازگشت از آسیا شد تا با قشون مخلوط آتنی و تیپسی در کرونیا مساف دهد و فتح ناچیزی نصیبش شود اما در همان ماه نیروی متحد دریای ایران و آتن به فرماندهی کنون نیروی دریایی اسپارتا را در نزدیکی کندوس منهدم ساخت و بدین ترتیب سلطه دریایی کوتاه اسپارتا پایان یافت آتن قرین شادی گشت و با پولی که از ایران دریافت داشت همت به تعمیر دیوارهای طویل خود کرد اسپارتا برای دفاع از خود سفیری آنتالکیداس نام به دربار شاهنشاه فرستاد و پیشنهاد کرد که حاضر است تمام شهرهای یونانی آسیا را به ایران برگرداند به شرط آنکه ایران صلحی در یونان برقرار سازد که منافع اسپارتا را نیز تامین کند شاه شاهان این پیشنهاد را پذیرفت و فورا کمک های خود را به آتن و تیپس قطع کرد و تمام طرف های متنازع را واداش که در شهر ساردیس صلح آنتال کیداس یا صلح شاه را منعقد کنند 387 قبل از میلاد شهرهای لمنوس امبروس و سکیروس به آتن واگذار شد و به ایالات مهم یونانی خودمختاری عطا گردید لکن تمام شهرهای یونانی آسیا من جمله قبرس جزو مستملکات شاهنشاه اعلام گردید آتن با اعتراض و با علم به اینکه این صلح این خفتآورترین واقعه تاریخ یونان است قرارداد را امضا کرد در یک نسل ثمرات پیروزی ماراتون به یغما رفت و گرچه شهرهای داخلی یونان در ظاهر آزادی داشتند قدرت ایران آنها را در خود فرو برد تمام یونانیان اسپارتا را خائن می‌دانستند و با اشتیاق در انتظار ملتی بودند که آن را نابود سازد قسمت بعد اپامینونداس گویی برای اینکه احساسات ضد اسپارتی مردم یونان تشدید شود اسپارتا مأموریت یافت که صلح شاه را تفسیر و در ایالات یونان اجرا کند اسپارتا برای تضعیف تیپس اتحادیه بیوشایی را متهم کرد که ماده خودمختاری پیمان صلح را نقض کرده و میبایستی منحل شود با این عذر ارتش اسپارتا در شهرهای بیوشا حکومتهایی از متنفذین طرفدار اسپارتا برقرار کرد که تعدادی از آنها مستقیما تحت حمایت پادگانهای اسپارتی بودند چون تیپس اعتراض کرد یک ارتش لاکدایمونی پای تخت آنجا یعنی کادمیا را تسخیر کرد و حکومتی از متنفذینی که تابع اسپارتا بودند در آنجا به وجود آورد این بحران کشور تیپس را به قهرمانی های برانگیخت. پلوپیداس و شش تن از دوستانش چهار دیکتاتور طرفدار اسپارتا را مقتول کرده آزادی تیپس را به دست آوردند اتحادیه تیپس دوباره برقرار و فلوپیداس به رهبری آن انتخاب شد فلوپیداس دوست و مشوق خود اپامینونداس را به کمک خیش خواند و وی ارتش تیپس را تربیت کرد و به اسپارتا شتافت و آن کشور را به وضع منظوی سابق خود بازگرداند اپامینونداس از خانواده شریف ولی فقیر بود این خانواده افتخار میکرد که نسلش به دندان اجدهایی می رسد که کادموس هزار سال پیش در خاک دفن کرده بود. اشاره به افسانه یونانی است که مطابق آن کادموس بانی تیپس از جانب خداوند خبر یافت که باید دنبال گاو معینی برود و هر جا گاو از خستگی باز ایستد شهری بنا کند. گاو در محلی که بعدا کادموس قعله تیپس را بنا نهاد توقف کرد کادموس برای برداشتن آب از چاهی در مجاورت آن محل اجدهایی را که پاسمان آن چاه بود به قتل رساند و دندانهای آن را در خاک دفع کرد از آنجا جمعی مردم جنگی برآمدند کادموس آنها را هم به جان هم انداخت و از آن جمله فقط پنج تن باقی ماندند که مردم تیپس از نسل آنها به وجود آمدند مرد ساکتی بود که دربارش می گفتند کم حرفتر و پردانشتر از او کسی نیست فروتنی، صداقت و گوشگیری مرتازوارش فداکاریش نسبت به دوستان بینش و فراستش در قضاوت و شور و شجاعت و خیشتنداریش در عمل وی را با وجود انضباط نظامی که بر اهالی تیپس تحمیل می کرد در چشم همگان عزیز ساخته بود این مرد جنگ را دوست نمی داشت ولی معتقد بود که هیچ ملتی نمیتواند روح و عادات نظامی را به کلی از دست بدهد و آزادی را حفظ کند هر بار که به رهبری انتخاب میشد مردم را بر حذر می داشت که یک بار دیگر بیندیشید همین که مرا به رهبری ارتش انتخاب کنید مجبور میشوید در قشون من خدمت کنید در زیر فرمان او تیپسی های سوس به سربازان استواری مبدل گشتند و حتی یونانیان عاشق پیشه که تعدادشان در شهر زیاد بود توسط پلوپیداس در دسته های مقدس 300 نفری متشکل شدند و هر یک پیمان بستند که هنگام نبرد تا مرگ در کنار یاران خود ایستادگی کنند وقتی ارتش اسپارتا مرکب از ده هزار سرباز به سرکردگی کلئومبروتوس شاه به بیوشا حمله کرد اپامینونداس در لوکترا نزدیک پلاتایا با قشون شش هزار نفریش چنان شکستی به آنها داد که تاریخ سیاسی یونان و روش جنگی اروپا را دگرگون ساخت اون نخستین یونانی بود که تاکتیک جنگی را به دقت مطالعه کرد و اتفاقات غیر مترقبه را در جنگ به حساب آورد وی بهترین سربازان جنگنده خود را برای هجوم در یک جناح متمرکز می ساخت و دیگران را به دفاع وامی داشت و به این طریق دشمن را که از مرکز در حال حمله و پیشرفت بود از طرف چپ مورد حمله قرار میداد و می پراکند بعد از پیروزی لوکترا اپامینونداس و پلوپیداس به پلوپونز هجوم بردند منیسا را از سلطه صد ساله اسپارتا آزاد ساختند و شهر مگالوپولیس را بنا نهادند که به صورت پایگاه تمام آرکادیایی ها درآمد ارتش تیپس حتی به لاکونیا نیز وارد شد و چنین واقعی از 100 سال پیش سابقه نداشت اسپارتا دیگر هرگز از زیر بار صدمات این مساف کمر راست نکرد ارسطو میگوید اسپارتا نمیتواند حتی صدمات یک شکست را متحمل شود و به واسطه کمی تعداد اتباعش ساقط شد زمستان که نزدیک شد تیپسی ها به بیوشا عقب نشستند اپامینونداس که به شیوه یونانی ها به خیال بلند پروازی افتاده بود رویای آن را در سر می پروراند که به جای وحدتی که روزگاری آتن و اسپارتا به یونان داده بودند امپراتوری تیپس را بنیان نهد برنامه هایش او را به جنگ با آتن کشاند. اسپارتا که به فکر جبران گذشته افتاده بود با آتن دست اتفاق داد ارتش های متهاجم در 362 در مانتینه با یکدیگر روبرو شدند. اپامینونداس پیروز شد ولی در صحنه جنگ به دست گریلوس فرزند زنوفن به قدر رسید تفوق کوتاه مدت تیپس موجد سرفرازی پایداری برای یونان نشد درست است که یونان را از سلطه استبداد اسپارتا رها ساخت اما نتوانست خارج از مرزهای بیوشا وحدت استواری به وجود آورد و نزاها و کشمکش هایی که پدید آمد دولت شهرهای یونان را تضعیف و گرفتار اختشاش کرد تا اینکه فیلیپ از شمال به آنها حمله آورد قسمت بعد امپراتوری دوم آتن آتن یک بار دیگر کوشید تا چنین وحدتی به وجود آورد با تجدید بنای دیوارهای مستحکم و نیروی دریایی و تثبیت پول و تأسیسات کهن مالی و بازرگانی به تدریج تسلط اقتصادی خیش را دوباره در دریای اژه به دست آورد اطباع و متحدان قبلی آن در اثر جنگ های پنجاه ساله گذشته آموخته بودند که نیازمند صبات و امنیتی هستند بزرگتر و وسیعتر از آنچه اقتدار فرد به تواند تأمین کند در سال 378 دوباره اکثریت آنها زیر لوای پیشوایی آتن گرد هم آمدند تا سال 370 آتن بار دیگر بزرگترین نیروی مدیترانه خاوری شد صنعت و بازرگانی اکنون مایه حیات اقتصادیش بود خاک آتیک هرگز مساعد کشت نبود و فقط کار و زحمت مداوم کشاورزان آن را در پرورش درخت زیتون و مو آن را حاصل خیز کرده بود اما اسپارتی ها همین را هم نابود کردند و کمتر دهقانی حاضر بود که رب قرن دیگر صبر کند تا باقستان های مو و زیتون دوباره به بار اغلب کشاورزان قبل از جنگ مرده و آنها که جان سالم به در برده بودند سرخورده و معیوس از برگشتن به املاک خود سر باز زده آنها را با قیمتهای بسیار ارزان به مالکان شهرنشینی که استطاعت سرمایه گذاری های دراز مدت داشتن می فروختن به ترتیب از طریق به عهده گرفتن قرص های دهقانان مالکیت زمین های آتیک به دست تنها چند خانواده افتاد که املاک بزرگ و وسیع خود را غالبا توسط غلامان کشت می کردن معدن های دوباره گشوده شد فلک زده های دیگری به سوی حفره های زیر زمین روانه گشتند و ثروت های جدیدی از سنگ نقره و خون انسان به جیب مالکان سرازه شد زنوفن نقشه ماهرانه ای پیشنهاد کرد که آتن به کمک آن می توانست خزانه های خود را از راه خرید ده هزار غلام و اجاره دادن آنها به مقاطع کاران لاوریوم بیانبارد نقره چنان فراوان از معدن ها استخراج می شد که عرضه ای این فلز ها در بازار بر تولید متاهای دیگر فزونی گرفت و در نتیجه قیمت از دستمزد بالاتر رفت و بار این تغییر بیشتر بر دوش فقرا سنگینی کرد صنعت شکوفا شد کانهای سنگ پنتلیکوس و کوره های سفالپزی کرامیکوس از تمام دنیای اژه سفارش می گرفتند از راه خرید ارزان کارهای دستی خانگی و مصنوعات کارخانه های کوچک و فروش آنها به قیمت گذاف در بازارهای داخلی و خارجی ثروت های هنگفتی به دست آمد توسعه بازرگانی و تمرکز ثروت نه به شکل زمین بلکه به صورت پول اقتصاد صرافان و بانکداران آتن را چندین برابر ساخت آنها پول و اشیای گرانبها ها را برای نگاهداری قبول می کردن ولی ظاهرا به پسنداز ها بهره ای نمی پرداختند به زودی چون متوجه شدند که امانت دهندگان در شرایط عادی همه با هم برای پس گرفتن پول و اشیای خود مراجعه نمی کنند پولهای امانتی را با نرخ‌های زیاد به معامله میدادند و در ابتدا به جای اعتبار پول در اختیار مشتریان میگذاشتند زامن مشتریان خود میشدند و برای ایشان پول تهیه میکردند و در مقابل گروگان از قبیل زمین و اشیای قیمتی پول به قرض میدادند برای حمل و نقل امتعه امکانات مالی فراهم می ساختن با کمک ایشان و حتی بیشتر از طریق سفت بازی تاجر می توانست کشتی اجاره کند و متاع خود را به بازارهای خارجی برساند و امطعه خارجی بخرد و به بازارهای پیرای بیاورد در آنجا این امتعه به مالکیت قرض دهندگان می ماند تا قرض پرداخت شود در قرن چهارم یک نظام اعتباری واقعی شکل گرفت بانکدارها به جای پرداخت پول نقد براتس و حواله و چک میدادند ثروت اکنون فقط از راه ثبت در دفاتر بانکی انتقال میافت بازرگانان و بانکداران اوراق قرضه و سهام برای معاملات تجاری انتشار میدادند و هر ثروت هنگفتی که به ارث میرسید شامل مقدار زیادی از این اوراق قرضه بود برخی از بانکداران مثل پازیون که قبلا برده بود چندان رابطه مالی ایجاد کردند و چنان امانتی بروز دادند که شهرت اعتبار آنان فراگیر شد و اوراقشان در سرتاسر سر یونان مورد قبول قرار گرفت بانک پازیون دوایر مختلف و کارمندان فراوانی داشت که اغلب برده بودند در این بانک چنان دفترداری پیشرفته ای داشتند و جزئیات هر معامله را ثبت می کردن که استناد به آنها در محاکم مورد قبول بود ورشکستگی چندان غریب نبود امروز داستانهایی از بحرانهای اقتصادی آن دوره می شنویم. که طی آن بانک ها یکی بعد از دیگری تعطیل میشدند حتی بزرگترین بانک ها نیز در معرض حمله و اتهام بودند به آنها نسبت خطاکاری میدادند و مردم نسبت به بانکداران به همان چشم بدبینی و حسادت توأم با تحسینی مینگریستند که فقرا همیشه در سرتاسر سر قرون نسبت به اغنیا داشتند این تغییر ثروت از زمین به نقدینگی جنبش تبالودی برای کسب پول به وجود آورد و زبان یونانی ناچار شد برای بیان مفاهیمی چون طمع به دست آوردن هرچه بیشتر و حریسان دنبال پول رفتن واجه های تازه اختراع کند امتعه خدمات و اشخاص به نحو روزافسونی بر مبنای مادیات قضاوت می شدن سروت ها به سرعت بی سابقه اندوخته و برباد می شد و در راه تجملات و ولخرجی های نمایشی به مصرف می رسید اگر آتن زمان پریکلس این وز را می بر خود می لرزید تازه به دوران رسیده ها یونانی ها آنان را نئوپلوتوی می نامیدند خانه های پرزرق و برق می ساختن. زنان خود را با لباس های فاخر و جواهر های گرانبه ها می و چندان خدمتکار در اختیارشان میگذاشتند که بر فسادشان می افسود. اساس میهمان نوازی را از این قرار داده بودند که به مهمان خود جز بهترین اغذیه و نوشابه ندهند در میان این فراوانی ثروت فقر نیز روزافزون بود زیرا همان تنوع و آزادی معاملات که زیرکان را قادر می ساخت ثروت به چنگ بیاورند باعث می شد که ساده نیز ثروت خیش را در اندک مدتی از دست بدهند زیرا سلطه اقتصاد بازرگانی جدید فقیران نسبت به موقعی که در املاک به صورت برد کار میکردند فقیرتر شدند در دهات کشاورزان با رنج و زحمت بسیار مقدار کمی روغن یا شراب تهیه میکردند و در شهرها دستمزد کارگرها به علت رقابت غلامان پایین بود صدها نفر از شهروندان برای معاش خود وابسته به حقوقی بودند که برای حضور در مجلس شورا یا دادگاه ها می گرفتن و هزاران نفر از مردم قوت و قضای خود را از دولت یا معابد دریافت می کردن. تعداد رای دهندگانی بدون در نظر گرفتن کل جمعیت که فاقد زمین بودند در سال 431 شامل 45 درصد کسانی میشد که حق رای داشتند در سال 355 عده آنها به 57 درصد افزایش یافته بود سوداگران و طبقه کاسب که به کمک قدرت و عده زیادشان توازنی بین آریستوکراسی و عوام به وجود آورده بودند بیشتر ثروت خود را از دست داده بودند و دیگر نمی توانستند بین دارا و ندار یعنی محافظه کاران سرسخت و تندروان ایدئالیست میانجی شوند جامعه آتن به دو شهر افلاتونی منقسم شد یکی شهر ندارها و دیگری از آن دارایان که با هم دائم در حال جدال بودند فقرا برای تاراج کردن ثروت اغنیا متوسل به قانونگذاری و انقلاب می شدند و ثروتمندان برای حمایت خود علیه فقرا متحد می گشتن. ارسطو میگوید که اعضای بعضی از باشگاه های متنفذان سوگن میخوردند که من دشمن مردم یعنی عوام خواهم بود و در شورا هر بدی که از دستم برایت از آن دریغ نخواهم کرد ایسوکراتس در حدود سال 366 می نویسد ثروتمندان چنان از مردم دور شده که ترجیح می آنچه آن را دارند به دریا بریزند و در راه کمک به مستمندان مصرف نکنند و فقیران از تاراج ثروت اغنیا بیش از دست یافتن به گنجی بیکران لذت میبرند در این مبارزه روشن فکران روز به روز بیشتر به جانبداری از طبقه های فقیر گراییدند بازرگانان و بانکداران را که ثروتشان نسبت معکوس با مایه علمیشان داشت منفور می داشتن. حتی ثروتمندانی از میان آنان چون افلاتون سرگرم معاشقه با عقاید کمونیستی شدند. پریکلس استعمار را به منزله دریچه اطمینانی برای کم کردن دامنه مبارزه طبقاتی به کار برده بود اما دیونیسیوس غرب را زیر مهمیز داشت مقدونیه در شمال پیش میرفت و آتن بیش از همیشه فتح و سکونت در زمین های جدید را مشکل میافت سیاست مداران تا جای ممکن به قوه ابتکار خود فشار آوردند تا سرچشمه های دیگری برای درامت های عمومی فراهم کنند مالیات‌های مستقیم را دو برابر کردند، بر تعرفه‌های گمرکی صادرات و واردات افزودند، بر انتقال مستقلات مالیات اضافی بستند، شیوه مالیاتی زمان جنگ را به هنگام صلح ادامه دادند، برای جمع وردن پول دست استمداد به سوی کمک داوطلبانه مردم دراز نمودند. بیش از پیش ثروتمندان را بران داشتند تا در شرکت دولتی سرمایه گذاری کنند گاه گاه متوسل به قصب و تصرف ادوانی سروت خصوصی گشتند و مالیات بر ثروت را توسعه دادند شامل ثروت کمتر نیز کردند اگر آنها که طبق قانون مجبور بودند ثروت خود را به کارهای عامه و دولتی بیندازند می توانستند ثابت کنند که شخص دیگری از آنها غنی تر است به حکم قانون قادر بودند وظیفه سرمایه گذاری را به او تحمیل کنند و خود تا دو سال معاف شوند برای تسهیل جمعآوری مالیات مالیات دهندگان را به یکصد همسهم تقسیم نموده بودند ثروتمندترین مرد هر گروه موظف بود که در ابتدای هر سال مالیاتی مالیات تمام گروه خود را بپردازد سپس او می سهم مالیاتی سایر اعضای گروه را به هر وسیله که مناسب بداند در طول سال از آنها اخذ کند نتیجه این تحمیل ها این شد که مردم ثروت و درآمد خود را پنهان کردند فرار از پرداخت مالیات همه شد و چون نحوه جمعآوری آن حیل آمیز و پرمکر فریب گشت در سال 355 آندروتیون به سرکردگی یک دست پلیس مأمور شد که به خانه های مردم رفته سروت های پنهانی را تصرف و مالیات های پرداخت نشده را جمع وری کند و مودیان فراری را به زندان افکند خانه ها مورد تاخت و تاز قرار گرفت اموال توقیف شد و مردمان به زندان افتادند اما ثروت همچنان پنهان و دور از دسترس بماند ایسوسکراتس ثروتمند که اکنون پیر شده و در زیر بار فشار مالیات به جان آمده بود به سال 353 شکف کنان میگوید در زمان کودکی من ثروت چنان تأمینی داشت که ثروتمندان آنقدر مورد احترام بودند که هر کس بیش از آنچه داشت نمایش میداد اکنون شخص باید از اینکه ثروتمند است حالت دفاعی بگیرد گویی که ثروت داشتن بزرگترین گناه است در شهرهای دیگر جریان توزیع ثروت به این اندازه قانونی نبود بدهکاران میتیلنه طلبکاران خود را میکشتند و عذرشان این بود که گرسنهاند دموکراتهای آرگوس ناگهان به روی ثروتمندان ریخته 1200 نفرشان را مقتول کردند و ثروتشان را به تاراج بردن سال 370 خانواده های پولدار ایالت متخاصم متخاسم پنهانی با هم کنار آمدند تا یکدیگر را علیه بلوای مردم کمک کنند طبقات متوسط و ثروتمند دموکراسی را موجب افزایش رشک و حسد شناخته نسبت به آن بیاعتماد گشتند و فقرا نیز اعتقادشان نسبت به دموکراسی سلب شده عدم تعادلی را که در ثروت موجود بود مایه ابتزال آن میدانستند شدت روزافزون مبارزه طبقاتی هنگامی که فیلیپ حمله خود را آغاز کرد یونان را در داخل و خارج متلاشی ساخته بود بسیاری از اغنیا مقدم او را به شهرهای یونان گرامی شمردند زیرا اگر او نبود انقلاب دار و ندارشان را برباد میداد فساد اخلاق با افزایش تجمل پرستی و بیداری افکار همراه بود توده ها پایبند خرافات خود بودند و اساطیر خیش را رها نمی کردن. خدایان المپی رو به زوال بودند ولی خدایان جدیدی طلوع می کردن. رب خارجی چون ایسیس، آمون، آتیس، بندیس، سایبل و آدونیس از مصر و آسیا وارد می شدند و گسترش مناسک ارفعوسی هر روز بر مشتاقان دیونوسوس می افسود نیمه اجنبی و رشد کننده آتن که بیش از احساسات رازوارانه در حسابگری و مادیات تعلیم یافته بود چندان توجهی به اعتقادات قدیمی نداشت خدایان محافظ شهرها فقط توانسته بودند احترام ظاهری آنها را جلب کنند و دیگر قادر نبودند ایشان را با موازین اخلاقی و فداکاری نسبت به حکومت ملهم سازند فلسفه میکوشید اطاعت نسبت به قانون و اخلاق طبیعی را جانشین احکام آسمانی و اطاعت مذهبی سازد لکن تعداد کسانی که حاضر بودند زندگی ساده و بیپیرایه سقراط یا علو طبع و بزرگواری متفکر بزرگ ارسطو را داشته باشند چندان نبود ادامه این قسمت فردا شد.